برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. دکتر گلناز رفایلان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و هیپنوتراپیست. هر پنجشنبه با برنامه زیبای درون ساعت 7:30 شب با شما خواهم بود. با امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، دکتر گلناز رفایلان هستم. انشالله که حال همگی شما عزیزان خوب باشه و در کمال صحت و سلامت به سر ببرید. در جوار من خانم فرهناز سومخ، دوست عزیز و خوب من، اینجا هستن و با من همکاری رو ادامه میدیم با هم دیگه. درود به شما بینندگان عزیز و سلام و درود به شما خانم دکتر رافائلیان. خیلی خوشحال هستم که در کنار شما هستم. مرسی، افتخار من عزیزم. من از زمانی که با خانم دکتر هستم خیلی خیلی کامنت میگم، خیلی پیشنهادات زیادی دارم میگیرم، از برنامه میبینم که خوشتون میاد، لذت میبرین در موردش صحبت میکنید و استفاده میکنید. مرسی که با ما هستین و برنامه های ما رو هم میشنوین و میبینید و استفاده میکنید. همونطور که میدونید خانم دکتر رافائلیان دکتر هیپنوتراپیست هستند. ایشون کاری که انجام میدن، اگر که دردی داشته باشین، اگر ناراحتی فکری داشته باشین، هر مسئله که روانشناس خوبه که حتما برین، پیشنهاد میشه، ولی کمک بگیرین از هیپنوتراپیست و ببینین که چطور میتونه کمکتون کنه. خانم دکتر آفیس دارن در ولی، در لس آنجلس و در ایرواین. شماره تلفنشون رو من براتون میخونم: 310-248-0220 310-248-0220. با این شماره میتونید تماس بگیرین با خانم دکتر و وقت خودتون رو بذارین. حدود 10 دقیقه یا ربع ساعت هم شما میتونین فری با ایشون با تلفن صحبت کنید، ببینید که چطور میتونن ایشون به شما کمک کنن. و چیزی که میخوام بگم حتما فایده داره، اثرش رو خودتون میبینید بعد از اینکه پیش خانم دکتر اومدین و خودتون تجربه کردین اینو. وبسایتشون هم اعلام میکنم: drnaz.net. میتونید وبسایت ایشون هم برید تماشا کنید. ما در فیسبوک هستیم، یعنی خانم دکتر در فیسبوک هستن، حتما باهاشون جوین کنید و برنامه ها رو از فیسبوک میتونید هم تماشا کنید، برنامه هایی که قبلا داشتیم. خب خانم دکتر خیلی ممنون از شما. واقعا دوستان استقبال زیادی میکنن، صحبت های شما رو خیلی دوست دارن، خیلی تکرار میکنن و وقتی که من میبینم وای من عاشق خانم دکتر هستم، مرسی. چقدر قشنگ صحبت میکنن و مرسی از شما که هستین. خواهش میکنم. خب زیاد من صحبت نمیکنم، خواهش کنم به ما بگین که امروز، البته خب من میدونم که صحبت در مورد چی هست. ما میدونیم که میخوایم وارد یه انرژی مثبتی بشیم، اگر که نگاتیو، اگر منفی فکر نکنیم. در خدمت شما هستیم. مرسی عزیزم، خیلی ممنون از این صحبت های قشنگی که راجع به من کردیم، واقعا باعث افتخار منه. از دوستان عزیزم پیشا پیش تشکر میکنم برای دیدن این برنامه و در ضمن از همه ایمیل ها، تکست ها و حتی تلفن هایی که میشه و
به من همه جا عشق میدن، هر جا میرم همه جا به من عشق میدن و خواستم ازتون سپاسگزاری کنم و دوست دارم که بهتون کمک کنم. خواهش میکنم این چانسو به خودتون و به من بدین که بتونم کمکتون کنم تا اونجایی که بتونم از هر نوع کاری که خواسته باشین، از دیپریشن، از انگزایتی، از حالا به فارسی بگیم اینا رو، بله، انگزایتی یا همون دلهوره، دلشوره، دیپریشن که همون افسردگی باشه، ترس ها، وحشت ها، مسائل و مشکلات تینیجر ها، خانواده ها، روابط بین زوجین و پس لایف ریگرشن یا خیلی چیزهای دیگر رو میتونیم، حتی دردهای فیزیکی رو با هیپنوتراپی و متافیزیکس و ریکی بهتر و بهتر کنیم. پس خانم دکتر، من یه بار اینو تکرار میکنم که دوستان اینو متوجه بشن. پس خانم دکتر، کارهایی که انجام میدن، اگر که شما ترس از چیزی دارین، مثلا از بلندی میترسین یا اینکه توی آسانسور میترسین، خانم دکتر یه نفر هستش که شما تلفن شما رو گرفت، میگفتش که من شاور که میخوام برم حموم، من میترسم تنهایی برم، نمیدونم علتش چیه. خیلی از آب میترسن، از آب میترسن، حتما یه چیزی هست. درد اگر دارین، من اینو تجربه کردم، خدا شاهده، من یه روز خوب شدم اصلا قرصم هم نخوردم. اینکه من درد داشتم، خیلی ناجور بودم، رفتم پیش خانم دکتر، فرداش خوب شدم، 24 ساعت هم نکشید. البته خیلی به من باور دارید. I believe you. نه اینکه دکتر نرین، دکترتون برین، قرصتونم بخورین. اینا چیزایی هستش که میتونه بیشتر کمک کنه به شما که راحت‌تر و زودتر خوب بشین و باورم کنید که کار میکنه. شماره تلفن خانم دکتر رو بنویسین، باهاشون تلفنی صحبت کنید. ایشون 10 دقیقه ربع ساعت تلفنی باهاتون صحبت میکنن، فارسی صحبت میکنن، انگلیسی صحبت میکنن. باهاشون تماس بگیرین، برای خودتون، بچه هاتون، شوهرتون، نوه ها میتونن کمک کنن. یه موضوع دیگه هم خیلی حرف زدم، من یکی از دوستام 8 سال پیش تصادف خیلی بدی داشت. ایشون از اون 8 سال تا حالا رانندگی نکرده بود. بعد من از زمانی که با خانم دکتر آشنا شدم بهش گفتم فلانی میخوای بری پیششون ببینی چطوری، البته برنامه ما رو تو تلویزیون دیده بودن. گفت اوکی. یک جلسه رفت پیش ایشون، من دیگه خبر نداشتم، خب فضولی هم نمی کنم، خانم دکتر مریضتون چه شکلی، چه جوری، نباید من آف کورس من از خود دوستم سوال کردم، 2 هفته طول کشید بعد از این که پیش گفتم فلانی چه کار کردی، داری هنوز ادامه میدی؟ میگه بابا خدا پدرتو بیامرزه، 2 هفته است دارم رانندگی میکنم. با یک جلسه کسی که 8 سال رانندگی نمیکرده، خدا رو شکر که این هیپنوتراپی هست. کاش که ایشونو میتونستم جلوتر، شاید یه زمانی باشون یه اینترویو بکنیم که خودتون باید. البته این یکیشه، ولی خیلی های دیگه هستن که نتیجه رو دیدن و مرسی از وجودتون. مرسی. خب من دیگه هیچی نمیگم. خواهش کنم بگین. خب امروز بحث جالبی داریم، برای که خیلی تلفن ها میشه راجع به انرژی بد و هی سوال میکنن، میگن این انرژی بد چیه، انرژی خوب چیه، چیکار میتونیم بکنیم، چیکار میتونیم بکنیم که خودمونو محافظت یا پروتکت کنیم، یا اینکه چه چیزایی هست، یا خیلی ها میپرسن از من که مثلا میگن ما متاسفانه وودو بهمون شده یا بلک ماجیک شده، یعنی جادو شدیم، جادوگری و بله. و خواستم این جلسه رو بذاریم برای این انرژی ها و ببینیم چطوری ما میتونیم خودمون رو پروتکت کنیم، آیا واقعا اینا وجود دارن، آیا اینا اثر دارن، و یکی یکی بشکافیم و ببینیم چیه. خیلی هم خوب، جالبه این چیزا رو بدونیم برای که هست بین ما. خب هم
همونطوری که میتونین عزیزانم، انرژی خوب هست، انرژی بد هست. انرژی مثبت که خوب، مثبت و خوبه. Exactly. خوشحالی، پازیتیو بودن، خوشبین بودن، امیدوار بودن، لحظه های قشنگ رو آفریدن و خب در مقابل اون ناراحتی ها هست، حسودی هست، انرژی های بد هست، دردهای فیزیکی هست، ترس ها هست، وحشت ها هست و خیلی ها هم متاسفانه عقیده دارن به چشم بد، به نظر بد. حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اگر در مقابل کسی قرار میگیریم که انرژی بد داره، خدای نکرده، چطوری میتونیم خودمونو محافظت کنیم؟ یه سری کاراست که شما باید همیشه به طور همیشگی، به طور هفتگی، به طور روزانگی انجام بدید. خب اولا این که اگر یه موقع فرهناز جون شما قرار میگیرین جلوی شخصی که احساس خوبی راجع به اون شخص ندارین، خیلی پیش میاد، چطوری میتونی پروتکت کنی؟ دست به سینه و پا رو پا، یعنی نسبت به کسی که انرژی بد داره. بله. ما باید به این شکل بشینیم همیشه. ببینید من هیچ وقت جلوی شما اینطوری نمیشم. نه، اینقدر که گل وجود شما مثلته. بله. پس خوب. عزیزانم، این یکی از کارهایی که شما میتونید خودتون رو پروتکت کنید و این اینتنشن و این فکر رو، این انگیزه رو قبل از اینکه به جای وارد بشین باید داشته باشین. یعنی به خودتون بگین که من با دست به سینه نشستن، با پا رو پای هم انداختن، اون انرژی بد و منفی خونسا میکنم. چقدر بد تو این حالت باشین، اون شخص اگه اونجا باشه و چقدر بد تو این حالت باشه، مثلا یه جا مهمونی میری. آره، خب همین که تا میبینینش اینطوری کنی. آها، متوجه. آها، انرژی دور میشه. قبل از اینکه شما وارد جایی بشی، وارد مثلا یه جایی مثلا عروسی، سینما، یه جاهایی که مثلا خیلی زیاده، مثلا مراسم ختم، خیلی جمعیت زیادی اونجا هستن، چیکار باید بکنیم؟ همیشه یه نور سفید رنگو، اگر مثل حباب یه چند ثانیه چشماتون رو ببندین و این حباب سفید رو مجسم کنین پیش خودتون و بگین که به انجل خودتون، به فرشته خودتون، به اسپریت گاید خودتون، از اون بخواین که این حالت نور رو بیاره برای شما، نور سفیده. حالا ما میگیم خدا، بعضیا میگن یونیورس، بعضیا میگن جهان هستی، بعضیا میگن فرشته، اسپریت گاید، هر کی. اینو فقط بیارین دور خودتون و اینو مجسم کنین برای یه چند ثانیه، خیلی بهتون کمک میکنه. خب پس اگر که ما جایی رفتیم، ببینید دوستان، من البته با خانم دکتر قبلا در این مورد یه مقدار صحبت کردیم، خیلی ها به این موضوع باور دارن، انرژی خوب، انرژی بد. خیلی ها هم میگن نه بابا، یعنی چی انرژی خوب، انرژی بد؟ ولی برای اون دستایی که بیلیف دارند که همچه چیزی هستش، حالا من نمیگم چی، ولی یه مقداری خانم دکتر، I believe that. یعنی که تو تمام کتاب‌های مقدس، تمام ادیان نوشته شده که که وجود داره. آره. در تورات، در قرآن، در انجیل، حالا دیگه چیزای دیگر رو حتما هست، ولی حالا به زبون نباید بیاریم همه ادیانو. ولی همه ادیان این رو اثبات کردن برای وجودش. آیا اون کانتکست ما هستش؟ یعنی فکر اون کسی که نگاتیو هستش. پس کسانی که به این موضوع باور دارن، خواهش میکنم گوش بگیرین و ببینید خانم دکتر چی میگن، که وقتی که همچین کسایی رو میبینید چطوری خودتون رو بتونید پروتکت کنید، نگهداری خودتون رو. بله. خب
حالا نظر من اینه که عقیده من اینه که وقتی شما اون شخص رو میبینین یا اگه یه احساس بدی دارین تو وجود خودتون، اصلا به اون قدرت ندین. یعنی نگین آخ حالا چشم میخورم، برای اینکه وقتی که این حرف رو میزنین شما به اون قدرت، به اون انگیزه قدرت میدین. پس همیشه باید فکر مثبت داشته باشیم. همون ریتم برنامه، اسم برنامه که زیبای درونه، شما باید به مثبت ها بیشتر توجه کنیم، نه به منفی ها. مثبت باشیم، به اون وودو یا بلک ماجیک یا جادو قدرت ندین. اگر میدونین کسی این کارو شاید انقدر بدجنس باشه، ظالم باشه که این کارو کرده باشه، اولا که به خودش بر میگرده، در ضمن هیچ وقت در هیچ موقع نباید بهش قدرت بدیم. نباید بگیم او این شخص من میدونم جادوگره و حتما برای من این کار کرده، برای اینه که دخترم شوهر نکرده، برای اینه که خیلی چند از کلاینت های من میگم ما میدونیم کاری کرده، برای اینکه دختر من با هر کی که میره بیرون هیچ اتفاقی نمیفته، اینا شوهر نمیکنن، حتما براش کاری کرده. آره خواهش میکنم، این خیلی مهمه عزیزان من، اصلا و ابدا نباید شما این قدرت رو بهشون بدین. برای اینکه وقتی که شما قدرت رو دادین و گفتین آره این اینطوری میشه، شما به اون قدرت دادین، تا اون موقع قدرت نداره. واو. یعنی ببینیم این کلمات چقدر اثر داره. میگن که یه موقعی قدیما میگفتن وزن داره، حرف قدرت داره. مرغ آمان داره. یه موقعی وایستاده، شنیدین میگن مرغ آمان وایستاده یه موقعی همونه. پس عزیزان من خیلی مهمه که این چیزها رو گوش کنیم و به اونا قدرت ندیم. من یکی یه نفر رو میشناختم خان دکتر، بعد این چیزی که شما میگین که چشم نخوره خیلی بیلیف داشت، باور داشت، و این سعی میکرد هر دفعه که میمد مهمونی، الان البته چند سال خبر ندارم ازش، ولی قدیما وقت میمد مهمونی لباس شیک و ترتمیز و خوب و خوشهیکل اینا میپوشید، مثلا یه دونه از این کفشای هستش که پاشون میشکنه، کفشای صاف هم هستا، اونا رو میپوشید میمد که یعنی بگه پام شکسته. یه بار دستشو با من یه بار سوال کردن، گفتن چرا این همچین کاری میکنه؟ میگه به خاطر اینکه چشم نخوره. یعنی جوونم ها، یعنی فکر کنین که همچین کسایی هنوز هستن وجود دارن. متاسفانه اونا تو این زمان چشم میخورن، میدونستین؟ و اونا هستن که چشم چون میخورن، چون اونا هستن که باور دارن. پس نباید به این قدرت منفی قدرت بدیم. باشی. قدرت بدیم و بگیم آره چشم به حالا چشمون کردن. حالا اصلا. خب حالا دیگه چی کار میکنیم؟ وقتی یه نفر رو دیدیم که احساس خوبی نداریم، به محض اینکه اومد این خونه باید چی کار کنیم؟ دستاتون رو باید بشوید. اوکی. صورتتون رو باید بشونید. و با اون شستن یا با همون برین. اگه همون برین و سیسات یا نمک دریایی استفاده کنین برای شستن خودتون، بدنتون، یا اینکه حموم وان میگن بهش، آره، همه وان بگیرین و یه مقدار سی سالت بریزین، چشمتون رو ببندین. بله تمام این بدی یا ناراحتی یا چشمای بد، انرژی های بد، هر چیزی که هست میاد بیرون. شم روشن کنین. این شم. آره من شنیدم اینو، شم های سفید رنگ هست و بعد همونطور وقتی میخوابین یا نگاه میکنین، حالا نباید حتی به زبون آوردین چیزها رو، میدونین، حتی نباید به زبون بیارین، همون فکرن تلپاتی به شمع بگین که میخوام که انرژیمو مثبت کنی و همیشه مثبت حرف بزنی، انرژیمو مثبت کنی، چیزهای بدمو ببری. خیلی اثر داره. این سنس ها، این سنس به فارسی چی میشه؟ حس.
این سس اون چیزا هست که روشن میکنیم، کبریت میزنیم، یه بوی قشنگی میاد، یه دود کوچیکی میاد. سس اون بوی خوشبو کننده. آره اون چیزا هست که آره مثل چوب قهوه‌ای هستش. آره. میتونید اونا رو هول فود داره. بله. میتونید اونا رو روشن کنید بوی خوب میده یا شمع روشن کنید بوی خوب میده. کار دیگه یکی از کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم ایرانیای عزیز خودمون اسفند همیشه دود میکرد. میخواستم بگم آره اسفند دود میشه کرد برای اون کار، هم خونه تمیز میشه، هم هوای خونه که آلوده باشه بله. تمیز میشه، هم انرژیای بد میره و اینکه میتونیم عود به فارسی میگن، عود به انگلیسی میگن سیج. سیج دود کنیم، اونم در هر کورنری از در هر کورنری از اتاقامون سه دفعه به صورت دورانی، به صورت سیرکل گرد هر اتاقی بریم و تمیز کنیم. اونم یه کار دیگه است که میتونیم انجام بدیم. خب گذاشتن برنج نپخته توی دستمون یکی دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم و بعد اینتنشن رو بذاریم، قصد و نیت و انگیزه و هدفمون رو بذاریم و بعد برنج رو بندازیم دور. بندازیم دور. آره. دیگه یکی دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم برای همین بلک ماجیک وودو یا اینکه جادوگری یا این چیزها میتونیم ریکی کسانی که پیش من تشریف میارن من وقتی اگه همچون چیزی اتفاق براشون افتاده باشه من میفهمم و با ریکی و انرژی هیلینگ اون چیزهای بد و انرژیهای بد میره بیرون و چاکراهاشون بالانس میشه. خب در منزلتون یه کارهایی هست که میتونی انرژی مثبت رو بیارین که همون عود و اسفند و اینا هست، رفتن حموم هست و کار دیگه که میتونی انجام بدین اینه که همیشه در توالتاتون رو ببندین و در باتروم ها دورها باید بسته باشه همیشه. خب بسیار عالی. یکی دیگه از این کارهایی که میتونیم انرژی مثبت رو به خونه هامون بیاریم اینه. خب بسیار عالی. اگر این موضوع رو خانم دکتر بیان کردن بدونید که هنوز هستند کسانی اطراف ما، من دیدم و کسانی که پیش خانم دکتر میرن که به اصطلاح خانم دکتر بهشون کمک بکنن این موضوع ها هست هنوز و از قدیم هم بوده. یادمه که میمدیم از مهمونی میگفتن چشمتو بشور صورتتو بشور به همون میگفتن، نمیدونستیم واسه چی ولی میگفتن چشمتو بشور. حالا یه کار دیگه که خیلی مهمه میتونیم انجام بدیم، اگه شما همیشه همونطوری که گفتم مثبت باشین و بعد یه کار خیر انجام بدین، یه خیریه، یه چیزی بدین، یه کمکی به یه شخصی بکنین، اون شما رو مصون و محافظت میکنه از انرژی و چیزهای بد. خیلی خوبه. من حتما باید از انرژی بد حتما به دور هستم. بله. خب توی خونتون این عکسای مثلا حیوانای مثلا حالا سگ و گربه اونا عکساشونو نذاری. عکس حیوان نباشه. نه مجسمه همینطور. مجسمه نباید باشه توی خونه. مجسمه هم یکی از اون چیزایی که متاسفانه انرژی خوب نداره. کارهای دیگه که میتونیم بکنیم اینه که مثلا تختتون، این برای خوابم خیلی خوبه. کسانی که خوابشون زیاد عمیق نیست و هی وسط شب هی بیدار میشن، اکسیژن مثلا به مغزشون خوب نمیرسه، اولا که اتاقتون رو یه پنجرهش رو یه ذره بذاریم باز باشه که انرژی بیاد، ولی فنگشوی تخت اینه که باید هدبورد قوی باشه، هیچ چیزی زیرش نذارین، استاک کنین مثلا برای استوریج، نذارین چیزی زیر تختتون، بالای تختتون. بعضی تخت ها هست که
کلازت داره، مثلا هدبوردش بله. کلازته و میتونین چیز بذارین بله. اصلا نگیرین اون تخت رو. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که مثلا متال این هدبوردای آهنی استفاده نکنیم، حتما چوبی باشه، محکم باشه، بزرگ باشه، بلند باشه. یا اپ هولستر یا خوبه، اونا بازم انرژیشون خیلی خوبه. دیگه اینه که مثلا تو اتاق، اتاق خواب مخصوصا باید همه چیز دوتا باشه. نایت استند ها به طور گرد انرژی مثبت بیشتری داره، حتما باید دوتا باشه. حتی کسانی که یه نفر هستن دوتا بزن. باید دوتا نایت استند داشته باشن. هر چیزی توی اتاق خواب باید دوتا باشه. از عکس های عزیزانتون در اتاق خواب خواهش میکنم استفاده نکنین. میتونین فقط عکس اون شخص رو که شوهرتونه، همسرتونه، عشقتونه، تنها عکسی که میتونین در اتاق خواب داشته باشین همونه. مرسی خانم دکتر، وقت زیادی نداریم، حتما با خانم دکتر تماس بگیرین، کمک بگیرین. من شمارهشون رو تکرار میکنم، خواهش میکنم بنویسید و تماس بگیرین. 310-248-0220. میتونید دوستان برین وبسایتشون هم چک کنین، ببینید drnaz.net. خواهش میکنم برین چک کنین. در فیسبوک میتونید با خانم دکتر دوست بشین و برنامه هاشون رو ببینید. و اینستاگرام. به به، باهاشون میتونید هرچی میخواییم بنویسید، اونجا با هم صحبت بکنیم. مرسی از وجودتون خانم دکتر. مرسی از شما عزیزم، خیلی جالب بود و خیلی آموزنده و مفید. مرسی از همه تماشاگران عزیز این برنامه، سپاسگزاری میکنم و شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. دکتر گلناز رفایلان هستم، دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و هیپنوتراپیست. هر پنجشنبه با برنامه زیبای درون ساعت 7:30 شب با شما خواهم بود. با امید دیدار. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.